در خصوص بحث جدال محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه گفتگویی داشته باشیم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و عضو تحریریه سایت ایران وایر از استانبول. وقت بخیر آقای حقیقت نژاد. فکر میکنید این حاشیه امن آقای احمدی نژاد به چه دلیله؟ عرض کنم بیشتر به خاطر اینه که شاید ارزش نداره که با آقای احمدی نژاد برخورد بشه. یعنی منظورم این هستش که الان برخورد کردن با آقای احمدی نژاد هزینه بسیار بالایی برای از نظر سیاسی برای دستگاه قضایی و به خصوص برای شخص رهبر جمهوری اسلامی داره و در مقابلش دستاورد خاصی نداره. یعنی وقتی شما به وقایع 88 نگاه بکنید، حکومت احساس میکرد که آقای موسوی و آقای کروبی توان دارن که مردم رو به خیابون بکشونن، توان دارن یک پتانسیل سیاسی رو به خصوص علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی ساماندهی بکنن و به تعبیر آقای جلیلی که همین بخواستن دلیل هستشون این بود که میخواستن ایران رو به سمت تحولاتی کشورهای مثل تونس ببرن، میتونستن این مسیر رو هدایت بکنن و یک وقایع بزرگی رو علیه حکومت رقم بزنن. وقتی حکومت میدید اینا توان تحمیل چنین هزینه‌ای یا اجرای چنین پروژه‌هایی رو دارن، تصمیم گرفت که با اونها برخورد بکنه، حسبشون بکنه. ولی در مورد آقای احمدی نژاد به نظر میاد که برخورد نیست، چنین توانی در مورد آقای احمدی نژاد نیستش که بیاد به عنوان یک عنصری که برانگیخته کنه جامعه رو علیه کلیت حاکمیت، این توان رو نداره، بنابراین به حال خودش رها کردن. بنابراین این یکی از دلایل بسیار مهمی هستش که الان میلی ندارن به اون معنی با آقای احمدی نژاد برخورد بکنن. احساسشون هم هستش که آقای احمدی نژاد علارغم همه این تلاش‌هایی هم می‌کنه، در نهایت اسیر اون طیف‌های مختلف مخالف اصولگرایان، مخالف نظام، مخالف آقای خامنه‌ای به عنوان یک عنصر سیاسی مقبول پذیرفته نمیشه. در عالم واقعا همینجوری بوده، یعنی علارغم همه سیگنالایی که آقای احمدی نژاد در به عنوان یک مثلا مخالف نظام سیاسی، مخالف بخشی از نظام سیاسی یا اینکه آراش نزدیک شده به سمت اصلاح طلبا، اون گروه‌های مختلف سیاسی هیچ تمایل خاصی نشون ندادن که همپیمان بشن با آقای احمدی نژاد. بنابراین این که نمیتونه یک شبکه سیاسی رو ایجاد بکنه و این که نمیتونه اون برانگیختگی اجتماعی رو ایجاد بکنه و تحریکی که میکنه و فشاری که میاره دامنش خیلی ناچیز هستش، این حکومت احساس میکنه که خیلی اهمیتی نداره و ارزشی نداره که در این موقعیت بخواد باش برخورد بکنه و یک ماجرای دیگه برای خودش درست بکنه. حالا فکر میکنید گام بعدی ایشون با توجه به فضای سیاسی که ایران داره و همینطور سوابقی که از ایشون سراغ دارین چه چیزی میتونه باشه؟ الان چیزی که خیلی واضح هستش لحن آقای احمدی نژاد هستش که بعضا هم میگن که به اپوزیسیون مثلا نزدیک شده، حتی آقای لاریجانی هم امروز گفته بود یه بعضی که خودشون مسبب این موضوع هستن، حالا نقل مضمون گفتن اومدن دارن ادای اپوزیسیون رو در میارن و مثل اونا حرف میزنن. خیلی این واژه هم نمیچسبه، چون آقای احمدی نژاد تو همین گزارشی هم که شما پخش میکردید که اون بنری که پشت سرش بود زیر سایه آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای نشسته این حرف رو میزنه. مخالفت یک بخشی از سیستم سیاسی هستش که تو خانواده آقای لاریجانی و سعی میکنه در قالب مخالفت با این دو حرفاشو بزنه. برخی از این ادبیات که به زبان میاره هم شانی به با اپوزیسیون، ولی ما وقتی که اون حکومت مطلوبش رو نگاه میکنیم کماکان از انقلاب اسلامی دفاع میکنه و مدعی هستش که اگه بهش اجازه بدن یه حکومتی رو وجود میاره زیر سایه همون انقلاب اسلامی که این حکومت مقدمه ساز ظهور امام زمان خواهد شد. ولی این از نظر محتوایی و اون روشی که طی میکنه نسبتی با اپوزیسیون نداره، ولی سعی میکنه از این فضای منفی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره از این بهره برداری بکنه که کماکان موقعیت سیاسی و رسانه‌ای خودش رو داشته باشه. حالا به نظر شما با توجه به ریزش محبوبیت آقای روحانی و به طور کل میان روها، فکر می‌کنید شانسی برای آقای احمدی نژاد وجود داشته باشه؟ از نظر سیاسی نه، یعنی حداقل ما دیدیم تو عالم سیاست که اگه آقای خامنه‌ای رو الان در رأس جناح اصولگرا به عنوان یه تصمیمی ببینیم، خیلی فرد انتقام‌جویی هستش و اون کینه‌ای که از نظر سیاسی از افراد دل داره بهشون اجازه نمیده که دوباره بیان نقش مؤثر در فضای سیاسی ایفا بکنن و از نظر چند مخالف هم اصلاح طلبان فعلا سودی نمیبینن یا حتی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی سودی نمیبینن که یک همپیمان بشن با آقای احمدی نژاد که این همپیمانی بهش اجازه بده شانسی برای بقا
یا بازگشت دوباره به اعصای بالای سیاسی داشته باشه. بله، ممنونم از شما آقای حقیقت نشاط که ما رو همراهی کردید.